السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظور شما میگردد. در سود با شما جهانگیر صابیرف. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف 1 ایون هیئت جمهوری کره را تحت رهبری وزیر کارهای خارجی پاک چینکی در کشورمان با بازدید رسمی قرار دارد قبول کرد. مسئله های اکتوالی تحکیم منبعی مناسبت های دوستی و شریکی مخصوص استراتژی وسعت دادن همکاری همجانبه پیش از همه در ساحه های تجارتی و اقتصادی سرمایه گذاری و مالیوی و تکنیکی بررسی شدند. در آغاز ملاقات وزیر کارهای خارجی پاک چین به رهبر کشور ما سلام صمیمی و آرزوهای نیک پرزیدنت جمهوری کره یون سوک یال را رساند. ضمن صحبت رشته های عمیق تاریخی، منتالیتت، انعنه و ارزش های اخلاقی به هم مانند دو خلق دوست مخصوصا قید کرده شد. مهمیت ادامه مکالمه انعنوی نزدیک و سازنده سیاسی، دستگیری متقابله در چهارچوب سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان عمومی جهانی تجارت تاکید شد. همچنین مسئله های مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی بررسی شدند. سال گذشته گردش مال میان ازبکستان و کره جنوبی 24% افزایش یافته است. حجم سرمایه گذاری از خود شده شرکت های کره‌ای بیش از 7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. مجموع لایحه های آینده دار با ارزش عمومی بیش از 5 میلیارد دلار از جمله ساحه های را از قبیل انرژیتیک سبز، تکنولوژی های رقمی، ماشین سازی، صنعت کیمیا، صنعت الکتروتکنیکی و نساجی، رشد انفراساختار، شهرسازی و غیره را در بر می گیرد. با تحکیم رابطه های همکاری با شرکت های بانفوذ کره جنوبی که شریکان مهم سرمایه گذاری و تکنولوژی ازبکستان می باشند، منفعت داری ایثار گردید. ضرورت سرعت بخشیدن به تطبیق لایحه های از جهت اجتماعی اهمیت داشته، استراتژی آید به ساختمان بیمارخانه بسیار ساحه کلان سالان درجه 4 درمانگاه انکولوژی، کلاستر فارماسیفتی و دانشگاه طبی تاکید گردید. تاسیس کلاستر اینوواسیونی نیم ناقل ها و رشد مرکز متال های نادر و خوله ها از جمله افضلیت هاست. با دستگیری منبعی دیاسپورای سرشمار کره‌ای در ازبکستان که سال گذشته 85 سالگی استقامت در کشورمان را جشن گرفتند، از جمله به گسترش فعالیت خانه فرهنگ و صنعت کره در تاشکند توجه خاص ظاهر کرده شد. کره و ازبکستان همکاری های مخصوصی استراتژی را انکشاف می دهند. امروز من با جناب پرزیدنت ملاقات داشتم و ما دورنمای وسیع رشد دو جانبه را بررسی کردیم. چنانکه معلوم است سال گذشته ما 30 سالگی مقرر شدن مناسبت های دیپلماتیک بین مملکت هایمان را جشن گرفتیم و حالا ما در مرحله هستیم که باید دورنمای رشد 30 ساله را به نقشه گیریم. مناسبت های ما اهمیت مخصوصی استراتژی دارد. آن باید با مضمون عملی پر کرده شود. معلوم است که همکاری متقابل کشورهای ما در سمت های انعنوی تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری رشد می‌یابد. ما همچنین درباره رشد و توسعه همکاری در طرح‌های چون معارف، تندرستی، علم و فناوری گفتگو کردیم. اینچنین روز 1 ایون پرزیدنت شوکت میرزیویف نایب پرزیدنت بانک جهانی آید به اروپا و آسیای مرکزی آنتونلا باسانی را به حضور پذیرفت. مسئله های توسعه منبعی همکاری های همجانبه استراتژی ازبکستان با گروه بانک جهانی در تبلیغ ثمره بخش برنامه های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بررسی شدند. در آغاز ملاقات رهبر دولتمان نایب پرزیدنت آنتونلا باسانی را به مناسبت به وظیفه بلند تعیین شدنش صمیمانه تبریک نموده به او موفقیت‌های کلان آرزو کرد. با قناعتمندی قید کرده شد که سالهای آخر در رشد مناسبت‌های شریکی دو جانبه پیشرفت بزرگ به دست آورده شده است. ازبکستان یکی از بنفیسیارهای کلانترین بانک است. پرفیل لایحه‌ها 3 مرتبه افزود و حالا از 11 میلیارد دلار زیاد است. برنامه کنونی شریکی برای سال 2026 لایحه‌های افضلیت‌تون که ارزشش 4 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. بانک جهانی عملی نمودن دیگرگون سازی ها را در ساحه های تندرستی، تعلیم، کشاورزی، سکتور بانک، انرژیتیکا، نقلیات، رقمی سازی و دیگر سمت ها دستگیری می کند. آمادگی به حسابات کشور درباره تغییریابی اقلیم و رشد در عرفه انجام یابی است. با اشتراک بانک، پلتفرم کشور، مکانیزم ثمرناک هماهنگسازی همکاری عملی با اینستیتوت های رشد به کار انداخته شد. نایب پرزیدنت آنتونلا باسانی با سطح کنونی همکاری های سودمند بهای بلند داده، جانبداری بانک جهانی را جهت دستگیری پیوسته و همه جانبه از برنامه اصلاحات بی‌بازگشت در کشور ما تصدیق نمود.
لایحه‌های مبارزه با کم بضاعتی، نوسازی انفراستراکچر دهات و شهرهای میانه، مساعدت به شغل زنان و جوانان، اصلاحات ساحه تندرستی و معارف در دایره هدف‌های سال 2030 در محور توجه قرار دارد. برای جاری نمودن انرژی سبز، تطبیق اصلاحات زمین، برنامه‌های رشد همه‌جانبه منطقه‌ها و خصوصی گردانی کارخانه‌های دولتی توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. اینچنین آید به پیشبرد لایحه‌های زیرساختار منطقوی در آسیای مرکزی تبادل افکار صورت گرفت. This is my first visit to Uzbekistan. این اولین سفری من به ازبکستان است. هدف از این سفر آموزش عمیق اولویت‌های کشور و همچنین تحکیم منبعی روابط بانک با کشور است. ما نوکک با پرزیدنت ازبکستان ملاقات صمیمانه داشتیم. در رفت مکالمه ما سمت‌های همکاری را بررسی کردیم. من باور دارم که کشور در بسیار ساحه‌ها اقتدار بلند دارد. برای بانک جهانی در همکاری با ازبکستان به عمل برآوردن کارهای زیاد شرف است. Well-being of the Uzbekistan population. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف امروز با سفر کاری به شهر چلپاناته قرغیزستان رفت. در فرودگاه سرور دولتمان را رئیس دیوان وزیران، راهبر ماموریت پرزیدنت جمهوری قرغیزستان اقلبیک جاپاروف و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. امروز در شهر چلپاناته همایش دویوم آسیای مرکزی اتحاد اروپا برگزار گردید که بر روزنامه آن مسئله های رشد منبعی مکالمه سازنده و گسترش همکاری های عملی کشور های منطقه ما با اتحاد اروپا داخل شده است. بعد به شهر چلپاناته آمدن، پرزیدنت جمهوری ازبکستان در چهارچوب برنامه نشست دویومی سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا با پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل ملاقات کرد. مجموعی وسیع مسئله های عمیق‌سازی منبعی مناسبت های سرساحه ازبکستان و اروپا و رشد همکاری های عملی در فرمت منطقوی بررسی شدند. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل سرور دولتمان را با نتیجه های رای پرسی کنستیتوسیونی کشور صمیمانه تبریک گفته به برنامه عملی شونده دیگرگونی های بی بازگشت دموکراتی و اصلاحات اقتصادی در ازبکستان نو جانبداری همه‌جانبه اظهار نموده، همچنین و برگزاری چاره‌بینی های مهم سیاسی در پیش استاده موفقیت آرزو نمود. مبادلات مالی ازبکستان با کشورهای اتحاد اروپا از اول سال جاری 70% افزایش یافته است. مجموع لایحه‌های سرمایه گذاری با اشتراک شرکت‌های پیشرفته اروپایی در ساحه‌های بلند تکنولوژی اقتصادیات کشور ما از 20 میلیارد یورو گذشت. راهبران ازبکستان و اتحاد اروپا در مسئله‌های وسعت دادن حجم و دیورسیفیکاسیای تجارت دوجانبه، دراز کردن نظام امتیازنامه که سودای GSP پلوس، رشد مسیرهای ثمره‌بخش نقلیاتی، پیش از همه دالان ترانزیت ترانسکاسپی، تطبیق برنامه‌ها و لایحه‌های دولتی در ساحه انرژتیک سبز، اینوواسیا و تکنولوژی‌های بلند، رقمی‌کنونی، اکولوژی، معارف، توریسم و دیگر سمت‌ها الهیده استوده گذاشتند. اینچنین آید به مسئله های مبرم روزنامه منطقوی تبادل افکار صورت گرفت. اهمیت ادامه مشورت ها و رسانیدن کمک های بشردوستانه به افغانستان نیز تاکید گردید. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد. چون خبر داده بودیم دیروز بناحیه سوخ سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده تشریف آورد و سفر سفیر در ناحیه دو روز دوام کرد. عبدالجبار رحمانزاده دیروز در چاره‌بینی های ادبی بدیهی نیز شرکت ورزید و امروز به موضع قیراغ رفته برفتی کارهای از خودکنی این حدود از نزدیک شنا شد. روزی اولی سفری سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده به ناحیه سوخ در مرکز سالمگردانی نورسان و کودکان تدبیر معنوی معرفتی برگزار گردید. عبدالجبار رحمانزاده بعد شناس شدن با لایحه‌های بزرگی که در ناحیه ما عملی می‌شوند در چاره‌بینی مذکور شرکت ورزید. در چاره‌بینی به سخن برآمده درباره همکاری‌های متقابله دو کشور همجوار، دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک و سیاست خردمندانه سران دو مملکت اظهار اندیشه کرد. روز دیوم باشد جناب سفیر به موضع قیراغ رفته با لایحه‌های در اینجا عملی گردیده استاده از نزدیک شناس شد و ذکر نمود که واقعاً ناحیه سوخ در مرکز اعتبار قرار دارد. ما می‌بینیم که این قدر مکانیزم‌های زیاد بخاطر آبادی این موضع سفربر شده است و زیاده از 1.5 هزار هکتار زمین
آبیاری می شود در اینجا و در اینجا باغهای خیلی کلان بنیاد می شود و موافق معلوماتی که نماینده ولایت به ما پیشنهاد کرد بیش از 3000 نفر ساکنان ناحیه کوهستان سرخ با کار تامین می گردند و ببینید که چگونه حوضی کلان بنیاد شده است و امروز کارهای آبادکاری در اینجا به مراتب زیاد با صورت بلند ادامه دارد و ما تشکر میگیم به رهبر معظم جمهوری ازبکستان که برای تاجیکان ناحیه سرخ چنین شرایط کار را مهیا کردند و امیدواریم که بنیاد شدن باغ و تاکزارها باغ و بوستانها برای به شرایط خوبتر مهیا شدن برای مردم ناحیه سرخ برای زندگی آسایشته مردم و ساکنان تاجیک ناحیه سرخ یاری عملی میرساند. ما خیلی شاد هستیم که مردم از این موضوع ها که هزارها هزار سال استفاده نشده بود استفاده میکنند و شکرانه صلح و ثبات وحدت ملی دوستی خلقهای تاجیک و ازبک میکنند و ما افتخار داریم که در این موضوع زیبا آینده دهقانان دست سخی ناحیه سرخ باغهای بزرگی را بنیاد میکنند که از محصول میوه‌جات این باغها هم خلق تاجیک و هم خلق ازبک استفاده میکنند. در موضع قیراق زیاده از 1400 گکتر میدان موجود بوده، برای با آب تامین نمودن این حدود از بودجه دولتی زیاده از 90 میلیارد سوم مبلغ جدا گردیده، استانسی آبی قیراق در ساحل دریای سرخ بنیاد کرده شد و امروز به این موضع آبی حیات برآمد. از روی معلومات حاکمیت ناحیه سرخ در موضع قیراق در 642 گکتر ملینه، 141 گکتر چارمغز، 186 گکتر سیب، 21 گکتر ناک، 25 گکتر پسته، در 40 گکتر گیاه‌های شفابخش نانیده شده، در بین قطارهای این باغزارها زراعت‌های ضروری و میوه و سبزوات پرورش کرده می‌شوند. امروز در مرحله اول 200 گکتر زمین انتخاب کرده شده، کارهای از خودکنی زمین برای بنیاد کشتزار ملینه نیز به انجام رسیده است. به عوضی از خود کرده شدن زمین قیراق نزدیک 3000 جای کار تشکیل کرده می‌شود. سیگب این آبادکاری ها را دیده یادم اشعار بسیار پرمحتوای ناصر خسرو قبادانی پیش نظر آمد که میگوید که درختی که پیشایندگان کاشتند پسایندگان میوه برداشتند، چو بحر ما بکاشتند چند چیز ما نیز بحر دیگران بکاریم نیز. یعنی ببینید دو مضمونی دارد. مضمون اولش همین است که یعنی هر انسانی که خداوند باید حسد میکند باید یک کار خوب یک باغ خوب از خود باقی ماند و ببینید در ناحیه سرخ اینقدر باغهای زیبا از هواپیما نگاه کردم نیست دهه‌ای که سرسبز نباشد، نیست دهه‌ای که باغهای بسیار بر هوا و وسیع نداشته باشد. در همین سنگستان در همین محیط مردم با زحمت اینقدر باغ بنیاد کردند قهرمانی است. این از باباها و میراث برای امروزیان است، ولی رهبر دولت هدایت دادند که باید امروزیان هم برای آیندگان آبادکاری کنند و امروز من همین نتیجه آبادکاری است که انسانی که در این شرایط در این محیط زندگی میکند برای آیندگان باغ بنیاد میکند و از این باغ آیندگان ثمر میگیرد. مضمون دیگری این ابیات همین است که باید انسان که هست میشود از طرف خالق و باید یک کار خوب دانش خوب جهانبینی وسیع را صاحب شود و از خود معرفت بزرگی را به آیندگان باقی گذارد. همین است که در فرهنگ تاجیک و ازبک علامه های خیلی زیاد مثل
مولانا جامی و علی شیر نوایی و ده ها کسی دیگر را نامبر کردن دارد که با آثار معنوی خود امروز هم فرزندان تاجیک و هم فرزندان ازبیک را تربیه میکنند و آنها با کمال و معرفت صاحب معرفت و کمال میکردند و معنای دیگری باغ این پیش از همه باغکاری این معرفت به دست آوردن است. برای همین معرفت پرور شدن و صاحب معرفت شدن این هم یک شرف بزرگ است، چون که بزرگان به ما میراث معنوی زیاد گذاشتند و این میراث معنوی و امروزیان آیندگان واقع خواهد. سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده بدی دیدن کردن از دیگرگونی های ناحیه سوخ در دوام 3 سال آخر در اساس قرار پرزیدنت مملکت به عمل برآورده شدند. اظهار قناعتمندی به رهبر کشور و مردم محنتکش ناحیه سوخ کرد و ذکر نمود که امروز سوخ کلان تغییر یافته است. امروز در ناحیه در برابر از خود کردن زمین های بیکار خوابیده صاحبکاری نیز تدریجاً رشد و نمو می‌یابد. جمعیت مسئولیتش محدودی مرزا قربان نیز از جمله آن کارگاه های است که در رشد و پیشروی اقتصادیات سخمرز موقع مناسب دارد. سفیر جمهوری تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده از این کارگاه که به واسطه در موضع قیراخت بنیاد یافته است دیدن کرده به شرایط های فراهم آورده شده شناس شد. مقدار استحصال محصولات ها بررسی گردیدند. صلاحیت کنونی کارگاه آموخته شده، مساعدی های به کارمندان فراهم آورده شده نیز از نظر مهمانان دور نماند. جناب سفیر هنگام بازگشت به پایتخت کشور با یکی از نورانیان دانشمند سوخ زاده دهه هوشیار که یک چند سال در وزارت تعلیم خلق تاجیکستان کار و فعالیت داشتند بیگل امک سلطانوف واخورد و هنگام واخوری اظهار داشت که از نور علم و دانش و صلاحیت بیگل امک سلطانوف بر این مردان دانشمند امروز هم جوانان ازبکستان و هم جوانان تاجیکستان بهره‌ور گردیدند و برای رشد دو کشوری همجوار سهمی برجسته میگذارند. بعد واخوری با بیگل امک سلطانوف سفر سفیر به ناحیه سوخ به اتمام رسید و عبدالجبار رحمانزاده به پایتخت کشور بازگشت. میتوان گفت که سفر دیروزه سفیر جمهوری تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده به ناحیه سوخ بسیار پرثمر بود. بینندگان عزیز، بخشی خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می‌دهد و در این صحیفه خبرهای مهمترین کشورمان جای گرفتند. نامی وزارت ذخیره های طبیعت تغییر یافت. با فرمان پرزیدنت ریاسولیک ازبکستان شوکت مرزیویف این وزارت به وزارت اکولوژی، حفظ محیط زیست و تغییریابی اقلیم تبدیل داده شد. وظیفه جانشینی سرپرکرور اوید به مسئله های اکولوژی نیز پیدا شد. نشر بی بی سی کلتور فهرست 100 کتاب بهترین برای کودکان را به مناسبت 1 ایون روز بین المللی حفظ کودکان نشر کرد. اثرهای آلیسا در سرزمین معجزات لیوئیس کرول، کودک و کارلسونی که در بام زندگی میکند، استرید لیندگرن، شاهزاده خردک آنتوان د سنت اکزیوپری و ادبیات دیگر در صدر رویخط قرار دارند. قابل ذکر است که اثر شنبوله نویسنده برجسته ادبیات ازبک غفور غلام نیز به این فهرست 100 نفر شامل شده است. هفته آینده حرارت هوا تا 42 درجه بالا می رود، یعنی روزهای 5-8 ایون از ایران به ازبکستان هوای گرم می آید. در نتیجه هوا در ازبکستان تا 42 درجه، از جمله در ولایت های وادی فرغانه 7-8 ایون تا 36-39 درجه گرم خواهد شد. یک خانه 16 آشیانه که در مسیب ینگ ازبکستان ولایت جیزخ ساخته می شود با لرزش برابر به زمین لرزه 7 بله با تجهیزات ویبرودینامیکی آزموده شد. عزیزان، در دوام این لحظه ها ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردند به شما تنها خبرهای مهمترین و آخرین روز را رسانند و در همین جا به بخش خبری پیام روز انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.